سلام برنامه پس از صد روز در ارک من محمد نصیر فیاض با اتفاق همکار میزبانی برنامه هستم قسم شما میفهمین امروز از داخترین مسائل روز سیاسی سی بحث معرفی نامزد وزرا برای پارلمان افغانستان جهت رای اعتماد و ارائه هایشان است در رسانه ها هم بیشتر روی مسائل زیاد بحث می و مردم هم یا افکار آمد در مجموع تلاش داره تا بفهمه وزیر نامزدهای وزارت های متعدد حکومت وحدت ملی دارای چی روی کرد های برنامه ای و چی گزینه به خاطر پیشرفت نظام سیاسی یا مو سکتور که بیشتر در اون معرفی شدن هستن بس همشه با ما هم با سه نامزد وزیر در استودیو روی ای این موضوعات خواهد بود مهمانه که با ما هستند جناب آقای سید حسین عالمی بلخی نامزد وزیر وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان آقای فیضولا کاکر نامزد وزیر وزارت مبارزه با مواد مخدر و همچنان آقای عبدالرحمن صلاحی نامزد وزیر وزارت انرژی و آب که خوش آمده میگم قبل از اینکه باز شروع کنم تبریک میگم اما سمت های جدید تا نکبزت قل از آقای سلایی میخوایم خواهیم آغاز بکنیم. آقای سلایی آقای سایقل زحمت های زیاد کشید با وکلا های زیاد و کامپاین های زیاد هم کرد. اما در آخرین روز کنار رفت و شما جایش آمدین حالا بحث های زیاد هم هست که آیا آقای سیقل قربانی شد یا قهرمان رای تراز دید شما را اول میخوایم در این مورد بعد از می بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما خدمت مهمانان عزیز برنامه و سلام خدمت بینینده های عزیز تلویزیون آریانا نیوز خب بحثی که شما میکنین بالاخره جناب آقای سیقل یک از شخصیت های سیاسی و, و مطرح افغانستان هستند جناب آقای سیقل ملاحظات داشتند نسبت به اینکه بالاخره حکومت وحدت ملی بتونه شکل واقعی خود پیدا کنه و از طرف دیگه که شما خبر دارین که هرات منیس یک بدنه بسیار قوی انتخابات در بدنه انتخابات افغانستان مطرح بود که در ترکیب اولیه که به ارتباط کاندید وزیرای معرفی شده نمیگم که ایراد فراموش شده بود بلکه که نتونسته بود که او جایگاه خود داشته باشه خب با اساس از این توافقات که صورت گرفت در مرحله آخر بالاخره جناب آقای سیقل شخصا با استیفای خود خود کنار کشیدن و این چانس پس محصر شد که حرات به مو دستاورد دوران پروسه انتخابات برسه خب اساسا شخصا در دورانی که شما بهتر آگاهی دارین بینندای عزیز آگاهی دارن که در پست های تکنیکی در اکثر پستهایی که کاندید وزیر اعلان از طرف دو تیم معرفی می شدن به تعداد یک دو سه نفر بودن که گزینه ها در بین از اونها داشته باشند که ما هم جزء گزینه یعنی بخ... اگر آقای سایق نمی بود گزینه بعدی شما بودیم خب دقیقا روی مسئله با ما با ما هم, هم صحبت شده بود و هم با ما جناب رئیس به جمهور اینترویو انجام دادن و بالاخره یکی از انتخاب ما هم بودم وقتی که جناب آقای سرقل خودشان شخصا نظر به علاقمندی خودشان بدون فشار و یک تصمیم گرفتن و برمیگرده خود جناب آقای سایق دلایل خاص خود داشتن و انتخاب بعدی ابلاغ شد به نام ما و چون که دیروز ساعتای نون و نیم تصمیم گرفته شد و فرمان صادر شد که ما در محفل معرفی کاندیدان محترم وزیران حضور نداشتم و بالاخره غیابن حکم خوانده شد و ما امروز در خدمت شما و بسیار خوش آمدید بسیار خوش آمدید یک بحثی که بیشتر بیننده ما مطرح میکنال البته عدالت که شما از حوزه غرب افغانستان از هرات مفصل گفتین حالا فکر میکنین با آمدن شما قلمی عدالت تامین شده باشه در حالی که تخار و سمنگان و سرپل و زیاد ولایت بامیان و زیاد ولایت های دیگه وزیر ندارند در کابینه خب ببینید اساسا من نمیخوام که بگویم که بحث عدالت در این ما مطرح کنم بالاخره تمام مردم افغانستان بالاخره آرزو دارن که تلاش کرده باشن در پروسه کمپاینی و در پروسه انتخابات علاقه من هستند که شخصیتی از اونا منیس نماینده شون در ترکیب حکومت وحدتی ملی باشه اما ببینید که کلا ممکن نیست که مثلا ما بگیم از 34 ولایت نماینده باید باشه میتونه نماینده در سطوح مختلف باشه خب اساسا من راجع به هرات میتونم دلایل داشته باشم هرات منیس یکی از ولایات بسیار قوی با قدرت افغانستان حضور داره و یک ولایت است که از نظر فرهنگی و از نظر علمی در سطح مطرح افغانستان است شما آگاهی دارین که طریق رسانه ها بالاخره به با اطلاع همه مردم افغانستان رسیده که هرات حدود یک میلیون شاگرد در مکاتب و تحصیلات عالی داره خلاص و... از نظر عدالت چی فرق داره با بامیان با یکی از ولایت های عقب مانده افغانستان شاید دورتر و بیشتر توجه کمتر بوده حالا اگر بحث باز انصاف بگیریم فکر میکنین که ای وچه میتونه دقیقل برات بده. خب اساسا ما یک بحث که اینجا میخوایم بکنم که تجربه ای که در این مرحله هم بالاخره به با مرحله اجرا قرار گرفته هم بحث شایسته سالاری سو مطرح کردن گویا و به هم بحث بالاخره در حالت قرار گرفته که منطقه ها بیشتر تر تقسیمات شده تا که مشاهده میشه ما خب ما به سر از نمیخوام خیلی ال تاکید کنم که مثلا در این قسمت خب بامیان هم از جمله ولایتی است که ظرفیت های خود داره ما هیچ ولایت افغانستان نمیتونیم بگیم که ظرفیت اون نا... کم ظرف یا ناتمام باشه بالاخره ظرفیت های در سطح کشور میتونه داشته باشه خب بس است که که بالاخره دو تیم که با هم توافق میکنن مطمئنا تعداد افرادی بودن بالاخره از بین از یک تعداد انتخاب کردن و توافق کردن که اثرات سرنوشت در همین تیم حالا شما به نویره رد میکنین که باید سمبندی یا اساس منطقه و حفظه نباشه باید به اساس شایسته سالاری فرق نمیکنه که, که, نمی که از یک ولایت باشه ما دقیقا تایید میکنم که به اساس شایسته سالاری باشه فرق نمیکنه که از یک ولایت بالا اگر افراد ده نفر شایسته داشته باشه و ظرفیت ها و توانمندی و مدیریت و رهبری در وجودشان باشه ولایت دیگه اعتراض کنه پس اما و... های قبلی که مطرح شده بود زیاد توجیه قانونی نداره از خب اساساً ببینیم که احساسات مردم هم در اینج دخیل است بالاخره مردم یک توقعات در شرایط دارن از فعالیتشان از خود مبارزاتشان از دوره انتخاباتی که صورت گرفته شما حوادثی که در هرات به وجود آمد شما در پروسه انتخابات به یاد دارین رسانه ها انعکاس بسیار خوب دادند ببینین که مثلا قط پنجاه پنجا قط شد در هرات افراد در اولین شب انتخابات دو فرد است از ستاد اصلاحات همگرایی به شهادت رسیدند در اولین شب که هنوز رسمیت پیدا نکرده بود به اعلام اعلام خود پروسه انتخابات رسمی نشده بود دو نفر شهادت هرات و برای چندین نفر در پروسه انتخابات شاهد مردم تقاضای مردمی باز اگر بگذره موقعی صلاحی بیایم سر موضوعات برنامه شما کوتاه شروع میکنیم سر چیزایی که زیاد جالب است برای برای بیننده ما و میخواین که شما را شخصا بشناسه شما نوختر به کاروان نامزد بازار پیوستین حالا یک چیزی که زیاد شاید کم رنگتر باشه نسبت به با دیگه نامزد بازار دید و با دید شما با وکلا آیا یه حمایت ها را به گونه نسبی در نشست هایی که با وکلای در حال انتظار به نامزد وزرا بعد از تاور دین یاری دقیقا اساساً از دیروز وقتی که به ما ابلاغ شد بعد از اون ما فعال شدیم خب بالاخره پروسه رفتن به پارلمان یک پروسی قانونی هست کاندید وزیرا باید رای اعتماد از نمایندگان منتخب مردم بگیرند و ای بجا هست که بالاخره هر وزیر برای خود کمپاین کنه دید و بازیدای بکنه برنامه های عمل خود برای ایشان توضیح بده و طرف دیگه اعتماد نمایندگان منتخب مردم قبل از ای که به خود پارلمان معرفی میشه با یک دیدگاه های مشترک با اونا به وجود بیاره و اعتماد در به خود کش نصیب شوه و این زمینه ها مساعد بکنه به طرف رفتن روزی که برنامه عمل اعلام میکنه و طی زمان معین 15 دقیقه که او برنامه گفته میشه نمیتونه قضاوت درست شود نسبت به یک شخصیت پروسی که زمانش قید باشه که چقدر سوال و جواب میشه این زمان هم در حقیقت باید او مدیریت زمان کنه و بتونه رای اعتماد نمایندگان منتخب بگیره نیازه که قبل از او به این پروسه یک نوع کمپاینای مشروع انجام بگیره بسیار میشه کوتا در مورد تحصیلات تان بگر یا چه انکاس یافتم و بیشتر کسایی که نخواندن یا ندیدن برای از خب دقیقا من تحصیلات عالی فوق لسانس دارم در سال 1359 در, در کدام بخش؟ در پولی تخنیک، کابل از پانزه ساختمانیش فارغ شدم انجینر ساختمان هستم و تجربه کلی حدود ده سال در چوکات دولت دارم و حدود 18 تا 20 سال در نهادهای غیر دولتی فعالیت کردم که از اینجا گرفته تا کنسرکشن کمپینی ها و برلاوی از در نوادهای مدین فعال بودم در زون غرب که شامل ولایت نیمروز و هرات و فرا و غور و بادغیس باشه فعالیت های اجتماعی اینجوی و همچنان فعالیت های ساختمانی انجام دادم و در تمام مسائل اجتماعی و مدنی در هرات اشخطت های فعالش بودم بس دومی که زیاد در ذهن مردم است یکی دو موضوع بسیار زیاد داغ شده حالا یک طبیعت است که شما طبیعت یگانه دارید خوش، یا خوشبخت خوشبختانه خوشبختانه, دارم؟ خوشبختانه که من افتخار از که طبیعت افغانستان تنها دارم و طبیعت هیچ کشور دیگر ندارم وابستگی سیاسی تون از جانب قطع. آقای عبدالله یا از جانب معاونین آقای عبدالله شما مرفی شده خب اساسا من یک شخصیت مستقل هستم یک کاندید مستقل هستم و اساس برنامه های پروسه انتخابات بالاخره با تیم اصلاحات هم در هم نوا بودیم در این پروسه و ما بالاخره شما هم تایید میکنیم که در کل افغانستان مردم افغانستان افغانستان آنانی که میخواستن در این پروسه نقش داشته باشن حضور داشته باشن مشارکتشان بالاخره در قالب همین دو تیم نقش پیدا کرد و تقویت شد و بالاخره ما در تیم اصلاحات هم گرایی بودم از طریق تیم اصلاحات هم ای جناب دکتر سب عبدالله بزن... من اس کندی شکر این سوال از آقای کاکر بیش در ابتدا مورد تحصیلات تا آقای کاکر در کدام بخش بسیار تحصیل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټول د مخه په خپل احترام هغه ورونو خوند شي دا پروګرام ګوري هغه ته وړاندې کوم زما تحصیلات زه په حبيبي کې درس ویل دي او حبيبي کې ځلنه هم سپتر یو لسمه عمومي اولمروم د امغه په اساس د افغانستان څخه لس نفر امریکات ولار تاسو ما د امریکا قصه د امغه ځا شروع شوی وخت حالت امریکا ته ولالو حالت دوباره ما د دولسم سمول وسته برترالو د تیپ فاکولټي کې شامل سم کابل کې بیا ولالو امریکا ته او حالت اول مخبل د لیسانس وخت استه ان دي اناکي او پونت د په نامه د ارله په کوم بخش دا دا په بیولوژي کې دی ما وخت د دی کالېج سره څوک فارغيږي بعد سه ټولنیز مزامین هم لستي. پاس دې غرمي بیا د انډیناپاونټون کې په انډیناپلس کې خپل ماسټري و اخسته دا موضوع مهم ده. زموږ د ماسټري د ټوکسیکالوجي په علم کې ده. د مخدرات علم دی. د یو عامل شې اصلا ټاکلم دي دغه لپاره. پاس دې چې ما د ماسټري خلاص کړه د انډیناپاونټون کې سیاتل واشنگتن ته لاړم حالت می خپل داکټورا واغستله په صحت عامه کې پی ایچ ڈی مې کړی أماغه وخت وو چې افغانان ته روسان ما خطرې مسایل وبني کړې نشې نو نه پی ایچ ڈی مې په صحت عامه علم د اپیدیميولوژي چې ورته وای د علم هغه علم دي چې څنګه امراض په مملکت کې او پیجنډل سي څنګه د هغو د کنټرول لپاره پلانونه جوړسي او څنګه دا تطبیق سي زما تخصص په دغه کې دی اما د مخادرمواتو سره دا ډیر انخ لګی زکه څوک چې مخادرو مواد وزارت دې هغه باید په دې سیاحت آما وو پیږي وخت رالې په دې ډیر خبرې وکړو دواړه ارتباط سره لري خو یو یو بل شي به زارځم اماغه وختو چې روسان راول افغانستان تاسو ته پاتې تا د شپارزم لیون افغانان مهاجر شوی دی د هغه رئیس تر اوسه او په الحته دسی وختو چې ډیره مشکل وایي سړی افغانستان ته راځي هغه وخت چې مردا پاسپورت واخلي چې داسو حل حتما تاسې کوي د دې ته برازو اماک نور سوالونه لري یو شی ډیر مهم دی نور موزه تر روزو د امریکا تابعیت لري ما د امریکا تابعیت درلودي د وی وروزي مخکي ماته وویل سوچته باید مکتوب ولیکي سفارت د امریکا چې زه نور د خپل پاسپورت تسلیموم زکه پارلمان د سيو تسمين وي ولې دي ما دا کار وکي یا مکتوب مې وسپاره و و پارلمان اوس د دوی خوښه ده هرقم تسمين چنيسي خو ما تسمين غني وي چې زه به دا پاسپورت برتور کوم تاسو سياسي وابستگي د مستقیم له ولسمش سره وکم ما امورین او سره کوم خبره د هغه وخت چې انتخابات کېدل شش کال زه ما رسمي وظیفه درلوده اوس هم لرمه زه وزیر مشاور در رئیس جمهور په صحت او تعلیم امور کوم موږ ته دا اجازه نه و چې موږ د حکومتي تحصیلاتو څخه استفاده وکړو او فعالیت وکړو دا هغه د پارمانده عبد الله لپاره چې کار کوي او نام د اشرف غنی لپاره همدارنګه چاته مو راي ورکړی د قبله موضوع دا قبله موضوع د تاسو انتخاب شوی بلخره 20 میلیونه افغانانو باندې تاسو انتخاب شوی رووره و وشتاله کې ځدلته خدمات کوم خپل خلکو ته و وشتاله په اصل په مشخصه په تاسې ګټه اخوځم زه د ټولو مجاهدینو تنظیمونو سره اړیکات لرم څنګه لرم دا خبر زه وکم چې په امریکا کې مو حاصل چومله داکټورامه نو خلاصې کړي نه مستقیمه کا پخنه دا اړیکتا اړیکتاه دوه یمه چې څنګه اړیکات لرم اغه وخت د مهاجرینو د لپاره د جهاد رهبرانو د لپاره چې مجاهد ته په مساجد کې ټولول زبراتلم پېښور ته هر تنظیم ته مدا تقسیموي دا شې نو کوم تنظیم ته دغه د لپاره ما ارتباط د ټولو مجاهدینو سره اول چې همو فکر دی د زینب ډاکټر صاحب دا یا ټکسو عبد الله ته ایجایريسته یا رسم شيرته چې تاسو نو منو مزیر شي ماته دا ولسو دوا واره درې واره چې چې ته د ډیر خلګو لخوا معرفي شوی ان شاء الله و صبر یې جمهور یانوز ما خبري اوري دغه ما ته ویل سوې دي چې ډیرو کسانو ته تایید کړي او هیڅ څوک د سینوجه دومره کسانو تایید کړي دا خبره دوه ور ماته سوي ولسم شرایط ته وکړه ماته وکړه ماته وکړه چې 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 قصه دغه شته نو خبره ده چې یو خاص خاص نه يم پهشني عادت کړي مختلف تنظیمون او د تایید د ټول رم ان شاء الله جرګه سره ګرږستوسته جناب بغي بلخی ولا عینې سوالات شما دمو ته تحصیلاتان من. بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام به بینندای عزیز به ما عرض سلام و حرمت به دوستای حاضر در بحث جناب شما و تشکر از تلویزیون شما برای اطلاع رسانی برای مردم من لیسانس فقه و معارف اسلامی دارم و بعد از لیسانس هم تحصیلات در فقه و معارف اسلامی دارم که مدرکش اخذ نکردیم و چیزی که فعلا ما داریم مدرک که ایراد کردیم فقه و معارف اسلامی است در ده حد وابستگی سیاسی تان جناب آقای بلخی از کدام از جناب آقای عبدالله آقای شفانی یا مونینی از این دو تا مرفی شده نه خیر من خدمت نرشو که عضو تیم اصلاحات و همگرایی بودیم در دوره دوم انتخابات و از طرف تیم اصلاحات و همگرایی ما کاندید شدیم و بعد هم از طرف رئیس جمهور تایید شدیم معرفی شدیم در مورد طبیعت طبیعت یگانه دارین طبیعت هیچ جای دیگر را ندارم هیچ که تا همین اکنونی که ما شما صحبت میکنیم در همه عمریم ما فکر ایره که طبیعت جای دیگه را بگیروم هم بریم پیدا نشود بسیار تشکر برمیگردیم با شما دوباره بیم با آقای صلاحی آقای صلاحی یک بحث مهم حالا بحث فراغت شما از انجینیر ساختمانی و رفتن شما در موضوعات برق یک کم متفاوت داره چند اردوش از انجینیری است اما تا تفاوت داره کدام چیزایی را در وزارت انرژی آب شما دیدین که مشکل ساز بوده کار نشده اما نقطه منفی وزارت خانه را به نظر شما معلوم است که بتانین در پلانهای بعدی تان را اصلاح کنین اما قبل از اینکه جا بدین یک وقفه کوتا را همکارهای ما اشاره میکنن بعد از وقفه زود برمی‌گردیم. سلام مجدد برام پس از صد روز درک ما محمد سیر فیض به تقام کار میزبانی برام هستم بس ما با جناب آقای سرایی ادامه میتیم و پرسش شما مشکلات دی وزارت انرژی و آب از دید شما چی بود و چی تغییرات میتونه اندو بیارید خب اساسا یک مسئله که شما اشاره کردین نظر به به اساس مسلک بس وزارت انرژی و دو بخش داره یک بخش ساختمان است که مثال بنده بخش دیگه که مسئله انرژی خب بالاخره کسی که انجینیر ساختمان باشه در می داره میتونه که برق هم پیش ببره خب برق یک بخشش هست که میتونه که بخش واحد دومش می حساب میشه که بعد از ساختن بند ها مسئله توربینا و نصب و مونتاژش مسئله برقش بهتر می سازه و شبکه ها و تاب توزیع خب اساسا مشکلات وزارت انرژی برق بسیار زیاد است برای از اینکه اولین چیزی که بسیار ضرورت است خود انرژی برق برای شهروندا برای نیاز صنعت تجارت و بالاخره رهایش امروز ببینید که ارزانترین، پاکترین و بهترین انرژی مصرفی برق است اگر به دسترس مردم برق قرار بگیره هرگز ای آلودگی ای هوایی که امروز در شهر کابل وجود داره به وجود نمی و کم شده میره به این اساس برنامه ها بسیار مهم است در یک اداره دقیقا یک اداره باید یک استراتژی پلان منظم داشته باشه به اساس این استراتژی پلان که مطابق به پرسش شما پرسش شما بازی است چی مشکلات وجود داشت و چی اصلاح شما میرید خب دقیقا مشکلاتی که وجود داشته امروز عمده ترین مسئله مسئله بنده هاست که در افغانستان هنوز تکمیل نشده که ساختمان بندها ها هنوز در چالش قرار داره و تکمیل بندها یکی از اساسات برنامه های کاری خواهد بود که قراردادش تکمیل باشه و پروژه تحت باشه تکمیل شود که ما زراعت ما متکی به آبهای داخلی ما و مهار آبها یکی از برنامه باشه افغانستان کشور است که آبی بالاخره مهار آبها برای پروژه ها برای انرژی تولید انرژی فوق العاده تاثیرگذار است موضوع دومی که است مسئله تولید برق است که امروز در افغانستان ما به میار تولید قرار نداریم ببینید که در مجموعی منابع تولید برق در افغانستان بین 500 تا 600 مگاوات است در کل بالاخره ارقام است که ارائه شده که باید چک شده که چقدر از این مثلا ظرفیت تولید نمیتونه که رقم واقعی تولید باشه یک دستگاه ظرفیت 100 مگاوات تولید داشته اما عوارض داره مشکلات تخنیکی داره 40 یا 50 مگاوات تولید میکنه ما از رقم ظرفیتیش نباید گپ از نظر واقعیش بگیم یکی از مشکلات است که که واقعی نیست هنوست. موضوع دومی که هست تورید برق است بالاخره به اساس در کوتامدت مدت میتونه تورید برق مرفوع کنه نیازهار از جمهوریت های شمال افغانستان، اوزبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان تورید برق امروز در افغانستان شبکه ها آمده و بالاخره مورد استفاده قرار بگیره ببینیم که یکی از معضلات است برقی که ترکمنستان میایه به هرات متاسفانه که مشکلات تکنیکی خود داره و امروز هرات مشکل کمبود ولتاژ داره و خود برنامه های توزیع با مصرف متاسفانه ایار نیست یه ای از مشکلات است باید بیلانس شوه و از طرف دیگه خود شبکه ها در مجموع مشکلات زایات برق داره این نیست که امروز کابل وقتی زمستان میشه مصرف گراف مصرف میره بالا از این خاطر شبکه ها نمیتونه گنجایشش داشته باشه مشکلات تکنیکی رو بار میاره حتی سبب به عوارض میشه عموما در دو فصل در سال از نظر انرژی تولید از انرژی برق مشکل داریم ما تابستون در پیکش و در زمستون هم در پیکش به این در این دو فصل وقتی که بهار میشه و مراحل زمانی بین خزان و زمستان باشه که مصرف برق کم باشه برق ما ثابت میشه این مشکلات باید مرفوع شه دقیقاً تمام برنامه‌های توزیع برق با اساس نیازمندی ها ترتیب شود و از طرف دیگه قراردادهای های تورید بالاخره ما امروز یکی از میدان های مصرفی تجارتی و بالاخره صنعتی شده جمهوریت های آسیای میانه که صادرکننده هستند قراردادها تجدید شود و مضاعف ساخته شود در قسمت خود قرارداد بسلی برق قدرت شد بوریم بالا این خودش میتونه که یک مشکل حل کنه و در زمین پلان اصلی ما باید به حد خودکفایی قرار بگیریم با با, با تولید برق با تولید برق افرانسان... با تورید یا تولید 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 خوب بسیار چیز موقت ما میتونیم محاسبه کنیم اما در قسمت تولید ببینید که دقیقاً منابع داریم ما در افغانستان چندین منابع برای تولید برق وجود داره یکیش آب است دیگه مثلا برقای حرارتی ما داریم امروز زغال سنگ یک منبع حرارتی تو یک منبع انرژیکی تولید انرژی برق است در دنیا در کشورهای بسیار پیشرفته اروپایی مانند انگلستان آلمان هنوز تولید برق در اون کشورها بین 20 تا 30 درصد تولید برقشان از زغال سنگ است ما منابع تولید دیگه بسیار خوب داریم که امروز در گاز شبرغان ما داریم که از گاز ما میتونیم که تولید برق کنیم پس ما میتونیم در پهلوی مسئله آبی که پروژه بسیار قیمت است پروژه ساختمانی بند قیمت ترین, ترین پروژه ساختمانی است این خودش ما باستن... اولو... اولویت شما روی چی گونه پلان خواد بود تولید برق تولید برقابی بیشتر همین مسئله زغال سنگ مطرح کردید یا گزینه دیگه هم در کنارش هست مثلا برق با... بادی که در دیگه دنیا هست اصولا برنامه‌ای که در افغانستان تا حال سنجیده شده روی مثلا منابع آبی بوده هدفش هم این بوده که ما دو استفاده را میتونیم از آب بکنیم زراعت در پلو از او وقتی که ما از خانواده‌های خانواده‌های روستایی صحبت می‌کنیم نیاز و مبرم است که ما برایشون آب مدیریت کنیم و تقسیم آب برایشون عیار بسازیم این میتونه که زراعت ما را دقیقاً معیاری بسازه و خصوص ما ای یک بحثی است که از خشکسالی‌ها میتونیم که جلوگیری کنیم موضوع یگومی ای که این است که, ای که ما تولید آب این برنامه در استراتیجی پلان فیلی وزارت انرژی برق وجود داره اما ما در قسمت کتا مدت میتونیم تولید برق از انرژی زغال سنگ و گاز رو برنامه کنیم و بتونیم که با قدرتهای متوسط در مناطق مختلف کدام نقطه جغرافیایی مراکز اصلی تولید بندابی برقابی است از دید شما؟ برقابی ما شما در افغانستان ما حوضای آبی داریم اوزی هریروت از منابع تولید است که بند سلما یکی است و بند سلما ما حدودا 42 مگاوات برق در پلان است در پروژه تولیدیش است نقلو بالاخره مشکلات خود داره که حل شوه از کجکی که هنوز معضله داره که تولید برق جنوب کشور تامین میکنه بند های کوچک در دریای کنر در دریای پنشه در دریای میدان وردک که تولید برق از منابع آبی تامین کنه و آب مدیریت حالا اولویت های شما روی کدام نقطه خواهد بود؟ بحث آب جز اول اولویت به خاطر اهمیتش و تولید برق میتون از منابع انرژی زغال سنگ و گاز هم در افغانستان برنامه‌ریزی کنید در چند سال میتونید که حداقل به نسبی خود کفا بسازین در کنار برق توریدی از کشور دیگه. اساسا میتونه کس بگوی که در 5 سال چون در شرایطی که میفهمین که مسئله برق تابع دو مسئله بزرگ دیگه است. اساسا مسئله امنیت و از طرف دیگه مسئله بودجه تمویل بین پنج تا ده سال تشکر آقای کاکر بحثی که در مورد وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مطرح است حالا سیزده سال کارایی وزارت به خاطر از بین بردن مبارزه مواد مخدر زیاد پر رنگ نبوده و اکثرا بیشتر تحلیلگرای را دا سفری دانستن ما یک موینیت در چوکات وزارت داخله به نام موینیت مبارزه با مواد مخدر داریم لازم دید شما فکر نمیکنین که یا این موینیت اضافی است یا وزارت اضافی است بسم الله الرحمن الرحیم مبارزه با مواد مخدر یک مبارزه آسان نیست در سطح دنیا دیده شده و دلیلی که آنقدر زیاد پیشرفت نبوده میشه که من چند کلمه راجع به او عرض کنم و پلان هایی که ما داریم که باید کارگر بیفته. حالا سر پلان تو این بعدن میایم. چیزی اگر اگر کنیم آقای غنی بیشتر در تعهدش در زمان تحلیف گفت که ادارات موازی از بین میره انتظار مردم هم از از بین رفتن چند وزارت مثل انکشاف شهری مثل مبارزه با مواد مخدر و چند بخش دیگه که در چوکات حکومت پوندیدگی به با بار آورده بود بود و میخواست یک چوکات کوچکتر را ما کاراتر را ارائه کنه حالا با توجه به مسائل سیاسی یا چیزایی که بیشتر از ابزارهای مط... مط... مختلف ولایتی اعتراض شد مطرح شد این وزارت ها به جایش ماند اما بحث ساختارهای موازی هنوز پابرجاست موینیت مبارزه با مواد مخدر فعالیت های اجرایی مبارزه با مواد مخدر داره. دارد اما برخلاف وزارت مبارزه با مواد مخدر کارایی حداقلی هم در بر... از بین بردن مواد مخدر در افغانستان نداشته که لاقل پر رنگ باشه انوز هم افغانستان یکی از تولید بزرگ مواد مخدر در دنیا است ببینید اول باید ما شما این مشکل تحلیل کنیم که ابعاد از این چیست مواد مخدر سر صحت مردم سر اقتصاد و سر امنیت کل تاثیرها داره این کار یک وزارت نیست که با این مبارزه کنه فعلا 11 وزارت دی دا داخل است یکی از دلایلی که ای خیلی کارگر نبوده است که ای یازده وزارت بین خود همانگی درست نداشت. کدام <تصفح> <تصفح> وزارت ها؟ وزارت داخله است، وزارت کار و اجتماعی است، وزارت صحت است و وزارت خارجه است وزارت حج و اوقاف است و به همین قسم چندین وزارت دیگه چی ارتباط داره مثلا خب بسیار خوب. وزارت حج و اوقاف بسیار خوب حالا ببین بب... چند این وزارت چند البته هدف داره یکی است که باید قاچاق کم شو هدف دیگه ایش است که این متادین یک اشار شش میلیون متادی که ما داریم این تداوی شود و جلوگیری شود از اینکه جوانان دیگه متاد نشود حالی بر میگرده با وزارت سیحت عامه ببینید کار وزارت صحت عامه ای نیست که کشت کوکنار مانی شوان. یا قاچاق را مانی ای کار وزارت داخله است که مانی از شود و از این خاطر است که در وزارت داخله یک محینت است و باید هم باشه وقتی که بس باسه... ایتیاد را از نظر سی وزارت صد اومه از بین میبره یا شاید توجیه کنید وزارت تجوقف از نظر تبلیغ میکنشو. که بیشتر تبلیغ کنه کشت نکنه خب این کارا به این وزارت ای اما وزارت, وزارت مبارزه با مواد مخدر سوال سوالتون بسیار سوالی مهم است ما ایر تشریح کنم وقتی که شما یک معتاد تداوی میکنه کار وزارت سیاحت و آماس که چی قسم را تداوی کنه اما تداوی قطعا موثر نیست اگر فوران برای از کار پیدا نشه وزارت کار و امور اجتماعی باید برش کار پیدا کنه و در عین حال باید وزارت داخله کوشش کنه که دوباره دسترسی به او دوا نداشته باشه به با مواد مخدر نداشته باشه در او صورت است که میتونه که همین تداوی که وزارت سیاحت عامه کرده او موثر باشه شما میبینید اینجا سه وزارت دی دا داخل است هر سه باید کار خود پیش ببره به همین شکل چندین وزارت دیگه وزارت خارجه مثلا حال یکی از مشکلات افغانستان است که مواد کیمیایی که به نام پریکرسر یاد میشه این وارد میشه در این قسمت با وزارت خارجه با ممالک همسایه ما و دوستای بین ما صحبت کنه که ورودی از این به افغانستان کم شود این بسیار مهم است که نمی پریکرسر در این اگر یک قاچاقبر خود تریاکه بخواهد که بیرون ببره یک اندازه خیلی زیاد کار است خیلی آسان است که او کشف شود اما اگر ای سری ای دوا د اینجا باشه و به هرو... هروین تبدیل شو، و هرو... هروین قدر هیروین است و را زود بیرون بره شما کارای وزارت های دیگر تشکیه در این میان وزارت مبارزه با مواد مخدر چی کرده تا 13 سال آه و چی باید بکنه کار, وزارت... کار وزارت مبارزه با مواد مخدر است که پالیسی را بسازه و یک کار دیگه خیلی مهم داره که در دا قسمت ما پیشنهاد میکنم که ظرفیت بهتر شه. اون نظارت است دلیل عزیز کې وزارت مخدر بنام بدیل معیشت بر وزارت خانه ایدګه کومک میکنم مثلا وزارت انکشاف دیهات کونه در یک ځای کې کوکنار کشت مېشه دی د هغې د حقن تشویق کونه کې دروځه کوکنار کشت نشو ایوازش زعفران کشت شوه ایوازش چیز دیګه شوه هلا یو 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 په اړه بر میګردم موضوع تکمیل شوه موضوع تکمیل شوه بو بخش اگر انه ییکی از مشکلات در این قسمت ای بوده که از امی درست نظارت نشده که آیا امی پولی که برای بدیل معیشت داده شده برای امو هدف استعمال شده یا خیر به امو هدف مصرف شده یا خیر در بعض جای کار دیگه شده که موضوع بسیار مهم است پول داده شده که دیقان باید زمینی که آب نمیرسه برای او آب برسانه جوی بکنه و کارهای دیگه بکنه در یوازی که در اونجا کوکنار کم شوه و زیاد شده از اینکه زمینی بیشتر آماده شده برای کشتی کوکنار از او خاطر است که نظارت فوق العاده مهم است و یکی از پیشنهادهای ما است که نظارت باید بسیار بلند برو و برای البته بودجه کار است مواد و ظرفیت سازی جرم است. کار است کشت مواد مخدر جرم است و برمیگرده به پلیس افغانستان به عنوان مجری قانون حالا اگر پلیس بخواهد که نگذاره دیقانه را که کشت کنه مواد مخدر را ضرورت به عنصر دومی موازی به عنوان نظارت در چوکات وزارت مبارزه مواد وجود ندارد. حالا ای موینیت مبارزه با مدام مخدر وزارت داخله عملا درگیری مبارزه با مدام است حالا بحث پالیسی هم فکر میکنین که یک وزارت بسیار کلان سیزده سال کارایی بسیار محدود و, و یک چوکات چب، یک پندیده بودجوی بر حکومت افغانستان چقدر میتونه موثر باشه که بیای در چوکات وزارت موینیت مبارزه با مدام یا حداقل این موینیت بره به اون طرف <وزارت> د دو دو, دو رکنه مواد مخدر فوق راده وسیس زیات است امکان نداره کی فقط وزارت داخله کار وکنه ما گفتم تنها موضوعی کشته کوکنار و قاچاغ نيسته انجا موضوع ییست کی چطور جلوگیری شوه از اعتیاد جوانو و چطور تداوی صورت بگیره د یی قسمت بازم وزارت رول وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه با مواد مخدر بسیار مهم است. عرض کردم که چندین وزارت باید داخل باشه فقط در موضوع متوادین که چطور اینا تداوی شود. همچنان ای ابعاد دیگه از ای از که چطور سر امنیت تاثیر داره تحلیل از و سیاسی از ابعاد خیلی زیاد داره از او خاطر است که باید یک وزارت جدا باشه این صرفا وزارت مبارزه با مواد مخدر از دید شما یک وزارت پالیسی ساز است و پالیسی برمیگرده دیگه تطبیق از او به 12 وزارت که شما اما انا ما گفتم که باید نظارت کنه نظارت تنها پلیسی نیست باید عملا بره به ولسوالی و قریه ببینه که او پولی که برای بدیل معیشت داده شده اما درست مصرف شده یا خیر حالا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از دید شما به اونان یک کسی که در این رشته با زم خودتان بله تحصیل هم کردین چی کم بودی های در 13 سال داشته و با, با چی کارهای شما رو پر یکی از مشکلات اول باید بگویم که او قدرم به تاثیر نبوده بودن ای وزارت در بسیاری از ولایات ما دیدیم که کشت کوکنار کم شده کاری که شده مخصوصا پروگرام بدیل معیشت کارگر افتاده منتها در او جایی که ناامنی خیلی زیاد بوده و مشکلات عجیب و غریب به امنی به وجود آمده و مشکلات دیگه هم به وجود آمده اما یک مشکلی که ای وزارت داشته تا جایی که ما تحلیل کردیم یازده وزارتی که ای دخیل است که هر یکی از او باید وظیفه خود درست انجام بده امی همانگی درست نبوده اما پیشنهاد ما است که یکی از رهبرای حکومت وحدت ملی در رأس کمیته باشه یعنی تنها وزارت مبارزه با مواد مخدر نمیتونه ایره باید خود رئی رئیس جمهور و یا عبدالله عبدالله و یکی از معاونینشان در رأس عزیب باشه که از هر یک حساب بگیره که شما چی کردین در کاری که برای داده شده بود و ای که برای داده شده بود در اون صورت فکر میکنم که مؤثر می باشه که وزارت مبارزه با مواد مخدر داره و یک موضوع دیگه از تن وزارت مواد مخدر نیست در هر وزارت یک وزارت که پالیسی می سازه او پلان ها شاید پلان های خیلی علمی و درست باشه اما تا وقتی که برش بودجه نباشه تا وقتی که برش ظرفیت درست خلق نشه تا وقتی که برای او اراده قوی سیاسی نباشه تنها پلان سر کاغذ کارگر نمیفته و الحمدلله تا جایی که من درک کردم این حکومت اراده خیلی قوی داره در داشت داشت در هم اراده بود و چیزایی که در او وقتم شده ما عرض کردم که در چندین ولایات کشتی کوکنار پس چرا مسئله نداشت گفتم بعضی مشکلات ها بود که از اون مشکلات ها علی یکی از اون وزرایی که کار کرده اگر رو می آوردن که یه وضعی ما باشه از این مشکلاتی مشکلات که در سابق بوده اونا هم همی کار هم میکنن که ما پیش سر, سر پلانا و برنامه هایی تا از آقای بلخی بحث ماجرین یک بحث بس بسیار جدی برای مردم افغانستان است در دو کشور همسایه ما پاکستان و ایران حالا قبل از اینکه من سوال ما مطرح بکنم کوتا از شما آیا شما در ایران ماجر بودین کدام زمان وقت گذراندین تا بالا بله من در ایران از سال 60 تا سال 80 به این بودم پس یک زمان طولانی من 20 سال حالا سر و صدایی که بیشتر از ایران بالا میشه مخصوصا در رسانه ها از بیدادگری و ظلم حکومت ایران در برابر مهاجرین است و بیشتر این سر و صده ها چندین بار به سطح دو حکومت مطرح شد و در رسانه ها بسیار انعکاس کلان داشت وزارت مبارزه وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان افغانستان حداقل کارایی را که مردم توقع داشت یا حداقل مهاجرینی که در ایران است توقع داشتند دو دا حد نتونست. چقدر امی مشکلات از دید شما اول نگران کننده است و چی برنامه‌ای باید برشیخ بله خب البته هم که شما گفتین مهاجرت و مهاجرین یک موضوع بسیار مهم است برای دولت ما ولی متاسفانه در گذشته تا یه سیزده سال که گذشت با اهمیت با قضیه برخورد نشده و اونون یک موضوع جدی مطرح نبوده و بیشتر باعث یک موضوع فرعی بایی برخورد میشده و توجه لازم به این مسئله صورت نگرفته ما چی از ترها و پلانهایی که در رابطه بوده و چی از عودت و بازگشت مهاجرینه که میبینیم که در اینجا برشان زمینه فراهم میشده و زیراده ها و نیازهایی که با یک مشاویق مطرح میشده ضعف های خاص خودش را داشته و در خارج از کشور هم ها کذا در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده ها پیشبینی ها، مساعدت های حقوقی برای مهاجرین صورت گرفته هم در داخل کشور و هم در خارج کشور در داخل کشور مهاجرینی که برمیگردن بعد از ده سال، 15 سال، 20 سال، بعضی سی سال خب اینجا مشکلات حقوقی دارن مثلا املاکشان غصب شده، اموالشان در اختیار کسای حالا این موضوعات برمیگردن، اما چیزی که بیشتر مهاجرت. شما اجازه بدید و در این قسمت بالاخره خب باید مساعدین حقوقی وجود داشته باشه که از حقوق اینا دفاع بکنن و بالاخره بتونن با اینا همکاری بکنن در خارج کشور هم این قسم و مخصوصا در کشورهایی که ما مهاجرین بسیار زیاد داریم مثل ایران و پاکستان ضرورت داره که ما مساعدین حقوقی و حتی وکلای مدافع داشته باشیم مساعدین حقوقی برای وید مهاجرینی که مشکلات حقوقی پیدا میکنن مثلا با صاحب کار خود مشکل دارند یا مثلا خرید و فروش و معامله دارن و خانه های را به گرو میگیرن در تصفیه حسابش به مشکل مواجه میشن از این قبیل موارد هست هم در پاکستان است هم در ایران است ما باید مساعدین حقوقی داشته باشیم که از حقوق اونا دفاع بکنن وکلای مدافع هم در رابطه با کسایی که متهم میشه به جرائم خب البته یک واقعیت است که جرم و مجازات سرزمینی است کسی که در یک سرزمین جرم را مرتکب میشه مطابق قوانین او سرزمین باید مجازات شود ولی وزارت عودت مهاجرین در همکاری با وزارت امور خارجه و بر اساس یک سیاست ملی و حمایت قاطع دولت و اراده سیاسی دولت باید بتونه وکلای مدافع را برای اطبایش که در سایر کشورها متهم به جرایم میشه داشته باشند که مطمئن شوند که آیا اتباع ای کشور در همو سرزمین مطابق قانون همو سرزمین مجازاتی برایش در نظر گرفته شده آیا تانسته از حق خود نقطه های ضعف پر رنگ در گزارت امور عبدت ماجرین حالا یک بحثی که برمیگرده به وزارت امور خارجه متاسفانه سفرای ما بیشتر در ایران و پاکستان زیاد استراحت میکنن تا یک کار کنن یکی از وظایف اصلی یک سفیر هم حمایت اطباش اون مملکت ضمن تامین رابطه سیاسی دو کشور هست که متاسفانه در این زیاد سرش کار نشده حالا از دید شما در وزارت مخصوصا در وزارت ماجرین کدام عنصر زیاد عنصر ضعیف بوده که روش کار نشد خب البته یک بخشی که من در مطالعه کردم وزارت امور مهاجرین که از قبل هم معمی تو یک انتباه داشتم وظایفش مبهم است یعنی وظایف بسیار روشنی برای وزارت امور مهاجرین تعریف شده نیست که دقیقا چه کارهای را وزارت امور مهاجرین انجام میده همین نکته را که شما پیشتر اشاره کردین که سفارت های افغانستان در اون کشورها باید از حقوق اتباع خودشان دفاع بکنن خب در این حال وقتی ما وزارت امور مهاجرین داریم و در همون کشورها اتشه های مهاجرین هم داریم خب اینا چه کار میکنن؟ در این قسمت بالاخره مسئولیت بیشتر متوجه وزارت امور مهاجرین است یا متوجه وزارت امور خارجه است؟ حالا اگر وزارت امور خارجه شما سوال بکنید قطعاً این جواب را خواهد داد که دفاع از حقوق مهاجرین مربوط اتشه های مهاجرین میشد ولی باز وقتی که ما میبینیم در ترکیب اتشه ها در او کشورها خب شخصیت هایی که آگاهی از مسائل حقوقی داشته باشند و وظیفیشان وکیل مدافع باشه و بتونه بر اساس معیارها و حقوق بین المللی کنوانسیونها ها بین المللی و بر اساس قوانین نافذه همون کشور که اینا در اونجا ساکن هستن از حقوق اینا دفاع بکنه یک این, این افرادی در ترکیب نیست که این دقیقا نشان میده بیانگری ای که تشکیلی که در وزارت امور مهاجرین هست پاسخگوی و مسئولیت متوجه ای وزارت هست نیست و در این قسمت باید توجه شه یک بخشش برمیگرده به تشکیل یک بخشش هم برمیگرده به بودیجه طبیعی که مثلا ما یک مقدار مسائل را که داشته باشیم در ارتباط با همکارای بین که با وزارت همکاری میکنن و مخصوصا یونیسیار باید تامین بکنیم ولی قطعا برای دفاع از حقوق اتباع خودش در سایر کشورها مخصوصا اتباعی که در اونجا با سند قانونی حضور ندارن یا مثلا یک کارت مهاجرت داره یا مثلا <applause> بدون هیچ نو سندی در اونجا حضور دارن دولت باید احتمام بکنه بودجه خاصی را در رابطه با تخصیص بده تا بالاخره خوب وزارت مربوطه بتونه این توانمندی رو پیدا بکنه که مساعدین حقوقی و موکلای مدافع برای دفاع از حقوق اتباع خودشان در اونجا استخدام بکنه این به نظر من اینجا مسئولیت مشخصا به یک نقطه بر نمیگرده عوامل مختلفی بوده که دست به دست هم داده و از طرف دیگه کسانی که در اونجا هست معذرت کسانی که در اونجا هم هست با در تعریف های مختلف شامل میشن کسانی که بالاخره خوب اونجا پناهنده هستن کسانی که با اقامت در اونجا زندگی میکنن کسانی که در اونجا با کارت مهاجرت زندگی میکنن و کسانی که در اونجا از هیچ گونه مدرکی ندارن و در مجموع برخورد با این پدیده های مختلف و گوناگون کی وضعیت رو ما هم در پاکستان داریم و هم در ایران داریم حالا یک, یک توجه مرکزی را داره یک نکته‌ای که بفرمایید کدام اولویت‌ها را به خاطر یک تغییر بزرگ برای ماجرین ما در پاکستان و در ایران شما روی دست دارین که حداقل یک امید به ما در پاکستان و ایران مهمترین مشکلی را که داریم فعلا مشکل اتباع ما هست در این دو مملکت که هیچ گونه سندی در اختیار خودشان ندارند اونجا ثبت و راجستر شده نداره و هر زمان هم دولت ایران و هم دولت پاکستان میتونه اقدام بکنه اینا رو بگیرن و از مرد خودشان خارج کنن و بفرستن به افغانستان اولین اولویت ما است که تلاش در این رابطه باید با اونان مثال در پاکستان امی روزا مشغول امی کار هستن چند وقت پیشتر اونا اعلان کردند که ما از, از ابتدای 2015 یک ضرب العجل 15 روزه را میتونیم در این رابطه داشته باشیم که اینا بیرون شوند از پاکستان و در غیر از اون ما اینا را میگیریم و اخراج میکنیم مخصوصا کسانی که سندی در اختیار خودشان ندارن که ما فکر میکنیم اولین اولویت ما این خواهد بود که بتونیم در این رابطه وارد مذاکره و گفتگو شویم که متقاعد بسازیم با توجه به وضعیت افغانستان با توجه به کنوانسیونی که وجود داره و مخصوصا با توجه با اعلامی اسلامی حقوق بشر که فراتر از کنوانسیون ها این دولت ها رو مکلف می سازد که با اتباع ما که در اونجا هست چیگونه گونه رفتار انسانی و خوب داشته باشه بسیار زیاد تشکر البته گپ بس قسم... گپ بس ما را مطرح کردین برمیگردیم به دوباره به شما هم همکارای ما یک وقفی بس کوتاه را اشاره میکنن بعد از وقفه برمیگردیم و همچنان با ادامه صحبت های آقای بلخی خود بودیم سلام مجدد برنامه پس از صد روز درک در من محمد نصیر فیض به فقم خرمیز بری برنامه هستم از, از جناب آقای بلخی شروع میکنیم البته اما بسیار کوتاه اگر چون وقت ما کم از دو دو دقیقه میتونیم اما نقطه بسیار کوتاه یعنی کلان تانه برای مهاجرین اگر لطف کنین چی برنامه رو شما میتونین روی دست یکی از مسائلی که در نظر دارم این است که اگر مورد اعتماد نمایندای مردم قرار گرفتون رسیدگی به مهاجرین را میخوایم در محور سیاست های کلان دولت قرار بیم. به خاطر که یک موضوع بسیار مهم است شما ببینید بس این بستگی به مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی و حتی امنیتی ما داره یعنی ما تا زمانی که در کشورهای دیگه مهاجر داشته باشیم دروازه های نفوذ دیگر را نمیتونیم مسدود بکنیم یک موضوع بسیار مهم است که ما تلاش میز که یه را در محور سیاست های کلان دولت قرار بتونم. و مشخصا پیشنهادی که ما داریم است که یک برد عالی در رابطه با رسیدگی وضعیت مهاجرین و عودت کننده ها و بی های داخلی به وجود بیاید که پیشنهاد ما است که شخص رئیس جمهور باید اون ریاست بکنند و یک تعداد وزرا باید در ترکیب او بورد باشه وزرای که مرتبطی با این مسائل عمل میکنند و ما اگر مثلا خب در محور سیاست های کلان اگر ما قرار ندیم شاید شما توجه کرده باشین دیروز رئیس صاحب جمهور هم در صحبت های خودشان دقیقا به این نکته تماس گرفتن که رسیدگی به وضعیت مهاجرین برای مملکت ما چقدر مهم است اگر ما در محور سیاست های کلان قرار نتیم مشکل مهاجرین همچنان به عنوان یک موزل در کشور باقی میمانه و همه بخش ها را تهدید میکنه و برای برای رسیدگی به اون موضوع وزارت های مختلفی باید بوده باشه که تا زمانی شخصی وزرا حضور نداشته باشند وی این موضوع به جایی نمیرسه با حضور شخصی وزرا هم کسی که میتونه را در بخش پالیسی سازی درست هدایت بکنه و رهبری بکنه و شخص رئیس جمهور است و ما بالاخره خب در این بخش نکته دیگری را که داریم به عنوان یک موضوع عمده تصمیم ما است که یک دیتابیس جامع که حاوی تمامی معلومات در ارتباط با مهاجرین ما در همه کشورها بوده باشه باید ایجاد بکنیم ما فعلا میبینیم متاسفانه وضعیت معلوماتی در وزارت مهاجرین بسیار ضعیف است ما از یک همین روزا سوال کردم با اون مثال یک موضوعی که در داخل کشور است گفتیم شما تا کنون چند تا شهرک ساختین خب یک یک مرتبه ما گفتن که 62 تا باز گفتن 22 تا باز گفتن 17 تا باز گفتن 12 تا شهرک های خودشان در اینجا ساختن خب ما گفتم نه نمیشه این بعد ما درست بفهمیم بعد از یک تحقیق ما فهمیدیم که 62 ساحه زمین اختصاص داده شده نه که شهرک وجود داشته باشه برای مهاجرینی که برای مهاجرین دیتابیس دا. نیست و هر لحظه ممکن است که تغییر نه خیری تو داشت. یک دیتابیس وجود نداره شما ببینید دیتابیس برای مهاجرین شما چی میکنی؟ از هر معلوماتی کافی و دقیق در این رابطه وجود نداره بعد که من گفتم خب شما میگین 22 شهرک باز میگین 17 شهرک چی رقم وضعیت است خب بعد از تحقیقاتی که ما کردیم مشخص شد که از این شهرک ها یک تعداد ساحه است که در قریه هاست و یک تعداد شهرک خواست خلاصه معلومات در این حد ناقص است در رابطه با مهاجرین خب شما ببینید مثلا ما فعلا آمار دقیقی را نمیتونیم اراه بکنیم که ما دقیقا در ایران چقدر مهاجر داریم در, در پاکستان. پاکستان, چقدر شکر. در جو آمارا تخمینی است گفته میشه دو اشاره دو میلیون ما در پاکستان داریم خب یک تقریبا همین حدود بالاخره خب در ایران داریم و یک اشاره دو میلیون ما مهاجرین در سایر کشورها داریم در کشورهای اروپایی، آمریکایی، عربی، آسیایی در همه کشورها یک, یک, یک نقطه کلان است خب مثلا وضعیت با این شکل است و ما در نظر داریم که ایدی تابیس به با گونه باید عمل بکنه که مهاجرین ما در هر نقطه دنیا که هست ما معلومات چند نفران چی تشکر وقت ما کم در داخل که میره تشکر جناب کاکر سیب ها. پلان های کلان شما حد اقل بامون یک جرقی که از امون کمرنگی بس. و پررنگی تبدیل کنه خب کارا پلان هایی که ما داریم مثلا هشت پیشنهاد ما داریم برای بهبودی کاری مبارزه با مواد مخدر اما از همه اولتر چیزی که ما پیشتر گفتم ای دوازده و... یازده وزارتی که در یک کمیته است در رأس ازی باید یکی از آ... رهبرای های آ... حکومت باشه ای بسیار مهم است تا که ای نباشه فکر نمی کنم که کارها و قدر مؤثر باشد اما یک چیز دیگه هم خیلی مهم است او ایست که مثل که حال قوای امنیتی ما دفاع مملکت خودشان به دست گرفته مردم ما باید مشکلی مواد مخدر خود به دست بگیرند از این خاطر این موضوع رو محرز می کنم که تا حال وضع طوری بوده که خیلی حکومت متکی بوده بر کمک ها و با کارها و با پلان های شرک های بین المللی ما یعنی ای وزارت باید زیاد وزارت خود مردم ما باشه و مردم ما او داخل باشه و در این قسمت باید فرهنگ سازه خیلی مهم است که علمای ما، مکاتب ما، پوهنتونای ما در این قسمت همکار کار باشه که یکی خوب بر مردم از نگاه اسلامی تشریح شد و این کار درست نیست که که کوکنار کش شو. و دیگه ای که کوکنار نباید فقط پانت تاریخ پانت نباید استعمال شود از طرف مادرها ای مشکل خیلی بزرگ است که مادرها وقتی گیر استعمال میکنه اطفال زیاد برده تولد میشه و یک تعداد زیاد وقتی که تولد میشه وزن خیلی کم می داشته باشه و... تشکر اما پولان های زاره دیگه دارم وقت ما متاسف بسیار تمام است از جناب آقای سلایی سلا را میخوایم بگیریم چی جرقی میتونین حداقل در موضوع برق ایجاد کنیم اولین چیزی که بسیار نیاز در یک اداره خود ارتقای ظرفیت های تخنیکی و کدریش است زمانی که ظرفیت ها باشه میتونیم ما مدیریت کار چه چیزا میکنیم کتا کتا وقت کم است تولید برق از بندای کوچک یک مگاوات تا پنج مگاوات نظر به موقعیت‌های جغرافیایی ایجاد میکنیم که ظرفیت تولید بره بالا شبکه سرتاسری حلقیر به کل افغانستان وصل میکنیم که منابع تولید به هم وصل شوند اصلاح شبکه های که فعلا داریم برای جلوگیری از زایات شبکه های فیلی ما نواقص تکنیکی داره زایات برق داریم بالاخره اصلاح باید شود در پروی سکتور خصوصی احیای ظرفیت تخنیکی خود دولتی که نام دستگاه ساختمانی هلمند بود در ساختن بندها نقش بسیار اساسی داشت باید بوجود به وجود بیاید یک دیتابیس بسیار اساسی که بتون اسناد پروژوی دولتی را حفظ کنه و داشته باشه ما در وزارت باید ایجاد کنیم بس... که مرجع باشه موضوعی بسیار مهم است که بحث گفتمان منطقی آب را باید مطرح کنیم که مشکل بحث منطقی آب ما کشور ما بسیار خلشبه. زیاد تشکر است مهمان های ما و چکار شما از عزیز که تایدم تا بحث ما را دنبال کردید شما میتونید دید که اون استریخ از طریق صفحه رسمی فیسبوک پس از سد روزدرک با ما, ما در بین بزاریم تا بعد خدا